خوش آمدید به 60 دقیقه سرخط خبرها. دولت نیسته. اگر کسی فکر میکنه دولت میترسه، دولت استعفا میکنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه. پیام حسن روحانی به مردم: تسلیم آمریکا نمیشویم و مقاومت میکنیم. رئیس جمهوری ایران میگوید دست همه را میبوسد و باید اختلافات درونی را کنار گذاشت. ادامه برنامه. گزارش بی بی سی فارسی در مورد مرگ عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی. شواهد نشان می‌دهد محمد رضا کلاهی در هلند کشته شده. آمادگی ایران برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا. تهران می‌گوید واشنگتن نمی‌تواند صادرات ایران را به صفر برساند. و افشاگری وزیر ارتباطات ایران درباره نقش شرکت‌های واردکننده موبایل در بالا رفتن قیمت‌ها. منتقدان می‌گویند اقدامی خوب اما دیرهنگام و ناکافی است. سلام و شب بخیر. نادر سلطانپور هستم. سلام، من علی رحیم‌پور هستم. ایران روزهای سختی پیش رو دارد، اما این مشکلات را پشت سر می‌گذارد به شرط آنکه اختلافات درونی کنار گذاشته شود، انتظارات پایین بیاید، کار و صرفه‌جویی بیشتر شود. اینها جان کلام سخنان امروز حسن روحانی مقابل مدیران ارشد دولت بود. رئیس جمهوری که به دلایل مشکلات اقتصادی و مالی به شدت زیر فشار است، گفت او دیگر نماینده فقط 24 میلیون نفر نیست، بلکه حالا متکی به رأی 81 میلیون نفر است و تسلیم آمریکا نخواهد شد. صحبت‌هایی که همزمان شده با چهارمین روز از اعتصاب و ناآرامی در بعضی شهرها. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارش کسرا ناجی. تهران هنوز ملتهب است، در پی ناآرامی ها در پایتخت و گوشه و کنار کشور. در بازار تهران سرای طلافروشان صبح امروز هنوز تعطیل بود، اگرچه در بخش های دیگر بازار حجره ها و مغازه ها باز بودند. در بعضی از شهرهای دیگر بازارها هنوز تعطیل است. این وضع امروز بازار اصفهان. رئیس جمهوری ایران امروز در سخنانی که به طور زنده از تلویزیون دولتی پخش شد، بحران فعلی را نتیجه فشارهای آمریکا دانست که باید با اتحاد در داخل کشور با آن مقابله کرد. امروز دولت، امروز نماینده ملت یعنی رئیس جمهور دست همه رو میبوسه، خم میشه در برابر تمام جناها، در برابر تمام مردم، حتی اونهایی که تا امروز بدترین اهانت‌ها رو به دولت کردن. من امروز حاضرم دست اونها رو هم میبوسم. اعتراضات 4 روز است که به خیابان‌ها کشیده شده. اعتراض به ادامه گرانی، اعتراض به سقوط ارزش ریال، تغییر تقریبا ساعت به ساعت ارزش آن، اعتراض به نبود کسب و کار. در این شرایط است که رهبران و مقام‌های عالی کشور از دستگاه قضایی خواهان شدت عمل شدند. این ملاقات مقام‌های دستگاه قضایی کشور امروز با رهبر ایران که او هم با پیوستن به دیگران خواهان برخورد شدید شده است، با به گفته او مختل کنندگان امنیت اقتصادی کشور. پایان رأی‌گیری تصویب شد. در مجلس در همین حال 187 نفر از نمایندگان، اکثریت بزرگی، خواهان تغییر در دولت حسن روحانی شدند. ترمیم کابینه تا شاید در زمینه اقتصادی کارآمدی بیشتری به خود بگیرد. قسمت قابل توجهی از اقدامی که واکنش فوری دولت را به دنبال داشته. رئیس دفتر آقای روحانی گفته است که ترمیم کابینه انجام خواهد شد. مسائل واقعی و هم دولت آقای روحانی از طرف نظامی‌های سپاهی هم زیر انتقاد بوده. یکی از فرماندهان گفته بود که شاید کشور بدون دولت بهتر اداره شود. گفته که او امروز آن را پس گرفته بعد از اعتراض‌های دولت در شورای عالی امنیت علیه تلاش‌هایی از سوی سپاه و تندروها برای تضعیف دولت در این شرایط بحرانی.
دولت میسته. اگر کسی فکر میکنه دولت میترسه، دولت استعفا میکنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه. تشدید شدن بحران داخلی در میان فشارها و تهدیدهای آمریکا. کسری نجی، بی بی سی. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند از لاهه با ماست. آقای ملکی، اول میخوام ارزیابی شما رو بدونم از سخنرانی آقای روحانی و محتوای حرفاش. آقای روحانی به نظر میاد مثل روال همیشگی که در این سالها داشتند، یک سری حرفهای کلی، امیدهای واهی و حتی گاهی اوقات یک به نوعی ژست هایی که واقعا دیگه حداقل در این چند ماه اخیر بسیار دیگه کم رنگ شده برای مردم رو گرفتن. این که ایشون میاد میگه من نماینده 81 میلیون هستم، دیگه نماینده 24 میلیون نیستم، که واقعیتش اینه که در شواهد نشون میده ایشون دیگه نماینده 24 میلیون هم نیستش. واقعیتش اینه که در صد ایشون در یک انتخاباتی اومدن که بسیاری از ترس رقیب، از به نوعی شاید استرابی که از شرایط داشتن، یک سری امیدهای واهی که در صد وجود داشت، به ایشون رأی دادن و اونها هم امروز بخش بزرگیشون دیگه از ایشون قطع امید کردن. ایشون به وعده هاشون عمل نکردن. ایشون نه در حوزه اقتصادی، نه در حوزه داخلی، نه در حوزه به اصطلاح روابط خارجی سیاست گذاری کردن، هیچ کدوم از وعده هایی که دادن عمل نکردن. تنها حتی هر موقعی که مردم اعتراض کردن، ایشون اتفاقا به سرکوب و درخواست به اینکه دادستان ها وارد عمل بشن و به نوعی نگاه خیلی قهرآمیز داشتن. و البته وقتی که به نوعی وضعیت بسیار بحرانی میشه، ایشون میاد و از دستبوسی و اینکه من دست مردم رو میبوسم. به نظر میاد ایشون نیاز نیست دست مردم رو ببوسه، نیاز هستش که دست از سر مردم بردارن، اجازه بدن که به نوعی کشور نفس بکشه، کسان دیگری که در هر صورت نمایندگان واقعی مردم هستن در یک انتخابات آزاد سر سیاست‌گذاری های کلان رو بکنن. ما نیازمند تغییرات ساختاری هستیم. آقای روحانی و تیمشون و دولتشون و مقامات بالا رتبه جمهوری اسلامی این رو میدونن، اما خب متاسفانه الان دارن سعی میکنن با بحث مسئله با آمریکا و درگیری با آمریکا این مشکلات رو فرافکنی بکنن. مشکلات جدی عدیده و بسیار ریشه‌ای هستش. با این شعارها و بحث‌ها و حرف از این که ما باید مقاومت بکنیم، دیگه بعد از 40 سال واقعاً هیچ گشایشی نخواهد شد، مردم به کلافه‌تر از قبل خواهد کرد. آقای ملکی، همونطور که شما هم گفتین، بسیار بر این عقیده هستن که آنچه که الان از لحاظ اقتصادی، بحران اقتصادی که در ایران شاهدش هستیم، بیشتر ریشه سیاسی و ساختاری و در واقع ژئوپلیتیک داره تا اینکه فقط صرفاً اقتصادی باشه. بر این اساس چقدر آقای روحانی در واقع دستش بسته است به نظر شما، و چقدر دولت آمریکا و سیاست‌های آقای ترامپ هست که او رو، که ایران رو و مقام‌های ایران رو در یک بن‌بست قرار داده؟ ببینید، آقای روحانی به مردم میگه که شما بیایید با هم مقاومت بکنیم، کمی سختی بکشیم، اما سربلند خواهیم بود. و بخش خصوصی رو دعوت میکنن که شما هم بیایید از دولت، در پشت دولت قرار بگیرید تا اینکه ما بتونیم به نوعی در برابر آمریکا قرار بگیریم. سوال اصلی این هستش که چه کسی به آقای روحانی نمایندگی داده؟ چه کسی از آقای کدام در کدام انتخابات، در کدام شرایط، در کدام رفراندوم مردم از آقای روحانی خواستن که اصلا در برابر آمریکا قرار بگیره، در برابر دنیا قرار بگیره، در برابر کشورهای منطقه قرار بگیره؟ کدام یکی از مردم اینو خواستن؟ اتفاقا شعارهای مردم که برعکس بود. مردم در خیابون میگن که مشکل ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست، دروغ میگن آمریکاست. خب اینها یعنی که اساسا مردم ایران نیازی به این درگیری با آمریکا ندارن، نیازی نیستش که ما درگیر باشیم با آمریکا. یک اقداماتی در حوزه سیاست خارجی و در حوزه سیاست داخلی انجام شده، بهانه ای داده در این که در صورت آمریکا بتونه فشارهایی رو بیاره و شروطی رو تعیین کنه. تمامی اون شروطی هم که تعیین شده متأسفانه شروطی هستش که سالهای سال بسیاری از دلسوزان وطن گفتن که این کارها رو نکنید، این هزینه ها رو در منطقه نکنید، این آتش افروزی رو نکنید. اینها بهانه ای میشه تا اینکه آخر سر کشور منزوی بشه، تحت فشار قرار بگیره. متأسفانه آقای در دوران آقای اوباما که در صورت قرار بود گشایشی بشه، ثروت کشور که اومد یا خرج سوریه شد یا خرج حزب الله لبنان شد. همین آقای روحانی در یک شرایطی گفتش که ما موقعی که در تنگنای اقتصادی در ایران بودیم، از کمک‌های مالیمون به حزب الله و اسد کم نذاشتیم.
کدام بخش مردم به ایشون این نمایندگی داد اجازه رو دادش که از بخش از مال مردم از اموال عمومی مردم خرج بکنن در برای حزب الله لبنان؟ ایشون اساسا این سوال رو باید پاسخ بده، چه کسی از مردم، کدام گروه از مردم خواستند، در منظورم اکثریت مردم، که ایران در برابر آمریکا، غرب یا کشورهای منطقه قرار بگیره و این مشکلات رو متحمل بکنه. ارتباطمون با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد هم برقرار شده. آقای جوادی حصار، ارزیابی شما چه هست از صحبت‌های امروز آقای روحانی؟ آقای روحانی با صحبت‌های امروزشون به نظر من نقش آرش کمانگیر رو ایفا کردن که آخرین تیر ترکشش رو داره پرتاب میکنه به سمت مرزهای غیرت و همیت و در حقیقت شجاعت ایرانی، و داره فراخوان میده به مردم ایران که در برابر تهاجمات آمریکایی‌ها صف واحد بشن، بایستن. منتقدان رو داره دعوت میکنه به همدلی و با تواضع میگه من دست شماها رو میبوسم، من حتی منتقدین رو که به من فحش دادن، من به من ناسزا گفتن، اگر هم گفتن من میذارم. و در حقیقت باید بگیم داره صدای مردم رو به موقع به زعم خودش میشنوه و صدای اعتراض مردم رو داره میشنوه. اما یک واقعیت رو باید بپذیریم و اون واقعیت این است که شرایط عمومی و درونی کشور متاسفانه شرایط خوبی نیست. از جهت روانی شرایط خوبی نیست، یعنی اعتماد مردم به حرفهای امثال روحانی خیلی کم شده. من از صمیم قلب دلم میخواد که حرفهای روحانی رو بپذیرم و تلاش میکنم که حرفش رو بپذیرم و باش همراه بشم، ولی واقعا جریانهای منتقد روحانی با احساس این شرایط رو به وجود نیاوردن. اونا خیلی مدبرانه، خیلی عمیق، خیلی دقیق برنامه ریزی کردن که آقای روحانی رو به اینجا برسونن که بیش از گذشته در برابر اونها کرنش کنه، تواضع کنه. تواضعی که امروز در حقیقت آقای روحانی در برابر مهاجمین به خودش و کسانی که کشور رو به این شرایط رسوندن داره نشون میده، به نظر من میتوانست یک سال قبل با عزت، با اقتدار و با پشتوانه رأی 24 میلیونی که از مردم گرفت، اون جریان‌های تمامیت‌خواه و مهاجمین به برجام رو که تا همین لحظه هم دارن به برجام می‌تازن، به استناد رأی مردم و پشتوانه رأی مردم سر جاشون بنشونه و بگه حد خودتون رو بدونید، حدود خودتون رو رعایت بکنید. متاسفانه آقای روحانی در اون شرایط یه مقدار دچار وادادگی شد، احساس این نوع امنیت خاطر کرد که خب حالا رأی ریاض مردم رو گرفته و شرایط شرایطی است که میتونه به استناد پشتوانه رأی مردم و اردوگاه حامیان خودش که اعتدالیون و اصلاح طلبان هستن، یه مقداری با کوتاه آمدن، مدارا کردن و خفض جناح کردن جریان تمامیت خواه به حاشیه رفته رو دلجویی کنه ازش و او رو با خودش همراه کنه. غافل از این بود که اونا اینجوری فکر نمی کردن و اینجوری هم فکر نمی کنن. هنوز هم به نظر من اونا در حمله به برجام و در شکست دولت روحانی کمتر از ترامپ عمل نخواهند کرد و کاری می کنن که دولت آقای روحانی رو وادار به چیزهایی بکنن که امروز می گفت من نمی پذیرم. آقای جوادی حصار، آقای روحانی گفتن که در سخنرانیشون سه راه پیش روی ملته. یکیش گفتن که در برابر آمریکا تسلیم بشیم و هر آنچه که ترامپ میخواد انجام بدیم، که گفت که هیچ عاقل و وطن دوست و هیچ ایرانی در برابر این فشار و ظلم سر فرود نمیاره. گفت دوم در برابر آمریکا بایستیم، تسلیم نشیم، اما دعوا و اختلافات درونی خودمون رو ادامه بدیم، که او رو هم گفت که این هم که قابل ادامه نیست. سوم گفت تسلیم نمیشیم در برابر آمریکا و در مبارزه اراده ها آمریکا رو به زانو میاریم. بیشتر سخنرانیشون در راستای این در واقع راه سوم بود. اما آیا شما قانع شدید که چه راهکاری داره میده برای این راه سوم؟ یعنی چگونه باید این راه در پیش گرفته بشه؟ راهکاری که ایشون داره میگه، میگه بازم هزینه داره، ولی اگه ما با هم متحد باشیم میتوانیم هزینه ها رو کم کنیم و آمریکا رو در برابر اراده خودمون تسلیم کنیم. این حرف از جهت محتوایی درسته. ملت ایران در ادوار مختلف تاریخ در برابر مهاجمان با همین حربه و با همین ابزار مقاومت کردند و خودشون رو حفظ کردند و مهاجمان رو برگردوندند.
الان هم نسخه درستی رو ایشون داره تجویز میکنه، اما صغرا و کبرای این ماجرا خیلی با هم همخوانی ندارن. ایشون داره جریان‌های منتقد و مخالف خودش رو به وحدت دعوت میکنه، در صورتی که اونها تا آخرین لحظه دارن تئوری عبور از روحانی رو مطرح میکنن، استیضاح روحانی رو دارن مطرح میکنن و دارن باج‌خواهی میکنن از دولت آقای روحانی. در حقیقت آقای روحانی نمایندگی، نمیدونم اگر نمایندگی نداره از در برابر از طرف ملت ایران که در برابر شورای خارجی سر فرود بیاره، به نظر بنده از طرف رأی دهندگان به خودش و از طرف جریان‌های وطنخواه، آزادیخواه، اصلاح طلب، توسعه خواه کشور این اجازه رو نداره که در برابر تمامیت خواهی یک عده منفعت طلبی که همین وزیر ارتباطش همین دیروز اعلام کرد که اینا دارن خون ملت رو میمکن، در برابر این تمامیت خواهی ها سر تسلیم فرود بیاره و سرمایه حریت و آزادی و امید و نشاط و مردم سالاری و قانون مداری مردم رو که امانت به دست آقای روحانی سپرده شده به بهانه مماشات، به بهانه همراهی، به بهانه همدلی با جریان‌های داخلی تسلیم اون جریان تمامت خواه کنه. آقای جواد احسان، فکر میکنید آقای روحانی دچار استیصال شده؟ آقای روحانی دچار استیصال هنوز نشده، ولی با این متدی که داره میره اونا دچار استیصالش خواهند کرد، یعنی فشارهای بین‌المللی کم نخواهد شد، فشارهای اینا هم از داخل کم نخواهد شد. همین دو سه روز قبل، چهار روز قبل بود که آقای رحیم صفوی اعلام کرد که دولت نمیذاره ما توی خودروسازی ورود پیدا کنیم، چون اون ترنوبل مالی که توی اون مجموعه هست رو هم باز میخوان به دست خودشون بگیرن که برای امیال و اهداف خاص خودشون دنبال بکنن. ببینید اینا یه چیزی، یه اتاق فکری در برابر دولت روحانی و به نظر من در برابر اراده ملت شکل دادن که میخوان اراده ملت رو مبنی بر پرسشگری، مقاومت، آزادی خواهی، توسعه طلبی و حقوق شهروندی و دانستن حق خودشون و نظارت بر رفتار دولت و حاکمیت رو بشکنن. میخوان یه کاری بکنن که مردم از این حقوق کوتاه بیان و بگن آقا شرایط بحرانی است، ما دست برمیداریم. شرایط بحرانی است، ولی یکی از کسانی که این شرایط رو بحرانی کرده و یکی از جریان‌هایی که این شرایط رو بحرانی کرده همون جریان تمامیت‌هایی است که دولت رو داره به زانو در میاره. و من تعجب می‌کنم از آقای روحانی که باز داره در برابر اونها کوتاه میاد و میگه ما بیایم با هم دیگه سازش کنیم و بریم با آمریکا بجنگیم. اونا کنار آقای روحانی نخواهند ایستاد، کنار مردمی که با آقای روحانی رأی دادند هم نخواهند ایستاد. اونا تمام تلاششون اینه که برگردن به ارکان قدرت، همونطور که خود آقای روحانی هم اشاره کردن قبلا. اینها میخوان هم ثروت و هم قدرت همراه با اسلحه رو داشته باشن. اگر اینا رو داشته باشن آقای روحانی رو هم کار به کارش ندارن. آقای ملکی، هم تو که آقای جواد احسان هم معتقد هستند، به نظر میاد که آقای روحانی هم از داخل زیر فشار هست، هم از خارج زیر فشار هست. آقای روحانی امروز گفت که دولت از مشاوران تازه بهره خواهد برد. اگر از شما مشورت بخواد آقای روحانی، به نظر شما چطور میتونه از این مخمصه خارج بشه؟ ببینید آقای جوادی حسار، تحلیلی که میکنن تحلیل دعوای دو جناح هستش، اما واقعیتش این هستش که ما مشکلی که امروز در ایران داریم فراتر از این جریان هست. برخلاف اون چیزی که آقای جوادی حسار میگه که آقای روحانی صدای مردم رو شنیده و میخواد که به نوعی مردم رو دعوت بکنه که بیان و به نوعی به خاطر این مسئله فشارهایی که آمریکا میاره به نوعی عزتمندانه ایستادگی بکنن و از اون به اصطلاح ادبیات مشخصی که ما در جمهوری اسلامی دیدیم، اتفاقا برعکس نظر میاد که آقای روحانی به هیچ عنوان صدای مردم رو نشنیده و حتی بخشی از اصلاح طلبان هم نمیخواین رو بشنون. مردم در خیابون اونها میگن سوریه رو رها کن. ببینید مسئله ما همین هاست. اتفاقا اینها بندهایی هستش که در فشار آمریکا هم هستش، اما چون مردم هم به این نتیجه رسیدن و آقای روحانی به جای اینکه قبول بکنه که مشکل دخالت که دخالت ما در سوریه، مشکل ما دخالت ما در منطقه، سرمایه گذاری ما در جاهایی که اصلا دلیل نداشته که ایران پولش رو اونجا هزینه بکنه، سرمایه ملی رو هزینه بکنه. اینها فقط مسئله دوره آقای ترامپ نیست. آقای ترامپ اگر زور میگه بساط و بهانه اون رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده. مگر در دوران آقای اوباما هم زور گفته میشد وقتی که
دوران آقای اوباما به ایران پول ها کجا خرج شد؟ آقای روحانی هنوز که به برجام خارج نشده بود، آقای ترامپ که 50% بودجه نظامی سپاه رو در سال 97 اضافه کرد. اینها نیست، اینها فرافکنی هستش. این که یک بحثی رو به نوعی بگیم که دعوای بین دو جناح هست و اون جناح داره فشار میاره، مردم صحبتشون این هستش که ما کلافه شدیم. شما دائما یا میخواهید در برابر اسرائیل مقاومت کنید، یا در برابر عربستان مقاومت کنید، در برابر آمریکا مقاومت کنید، و ما باید دائم تحت فشار باشیم که شما میخواهید مقاومت کنید. اساساً چه کسی میخواد مقاومت؟ ما مشکلی نداریم با دنیا، ما میخواهیم یک رابطه عادی داشته باشیم، یک نظام عادی داشته باشیم و مردم بتونن در مورد سرانشون، حکومتگرانشون، سیاستگزارانشون تصمیم بگیرن. جمهوری اسلامی اساساً همه مسائل رو دائم بحرانی میکنه تا اینکه به مشکلات اصلی مردم نپردازه، ناکارآمدی خودش رو به نوعی بهانه‌های مختلف زیر این مسائل بپوشونه. مشکل اصلی ما این هستش، مشکل ما این نیستش که الان بیان بگیم که ما میخوایم عزت مندانه در برابر آمریکا مقاومت کنیم که چی بشه. اصلا چه دلیلی داره که ما بخوایم درگیر بشیم با آمریکا؟ آمریکا یه سری شروطی گذاشته که متاسفانه دارم میگم این شروط شروطی که الان آمریکا گذاشته، چون آمریکا بالاخره افراد خوشنامی در اونجا نیستن، هر کسی میخواد برچسب بزنه. گفته شما باید از سوریه خارج شید، گفته شما در دخالت در منطقه نکنید، گفته شما به نوعی باید اسرائیل رو از تهدید و محو شدن اسرائیل دست بردارید. بسیاری از دلسوزان ایران سالها این حرفا رو زدن. در دورانی که جاه طلبی هسته‌ای ایران بودش و ایران دنبال غنی سازی با درصد بالا بود، بسیاری از دلسوزان وطن گفتن دست از این جاه طلبی بردارید، تحریم های کمرشکن پدر مردم رو در آورد. اینها گفتن که نه، ما میخوام در برابر آمریکا وایسیم، و آخرش هم به نوعی مجبور شدن تسلیم شدن. صحیح. این بار هم با توجه به این فشارهایی که میاد متاسفانه در بدترین شرایط تسلیم خواهند شد. اما مردم تا چه اندازه دیگه تحمل دارن؟ مردم چرا باید اینقدر هزینه بدن؟ این صحبت ها به نظر من دیگه واقعا عجیب هستش که باز هم ما بگیم که ما میخوام مقاومت بکنیم و عزت مندانه. آقای جوادی حصار، فرصت خیلی کمی داریم، میخوام از شما بپرسم که آیا فکر میکنید که اگر شما معتقدید که آقای روحانی رو به سال خواهند کشاند، آیا الان وقتش هست که آقای روحانی استعفا بکنه، دولت استعفا بکنه و در واقع انتخابات بعدی به نوعی به یک رفراندوم تبدیل بشه، به اینکه حکومت باید چه کار بکنه در آینده؟ من اجازه میخوام قبل از اینکه جواب شما رو بدم به صحبت این دوستان اعتراض بکنم. به آقای محترم که ایشون سخنگوی دولت آمریکا است، سخنگوی ملت ایران که اینجوری صحبت میکنه، کی به شما اجازه میده که اینجوری صحبت بکنید؟ شما کجا نمایندگی از ملت ایران گرفتید که اینجوری صحبت میکنید؟ آقای جوادی حصار، هیچ کس اینجا نماینده مردم ایران نیست، فقط داریم صحبت ها رو میشنویم. مردم تو خیابون رو داشتم خدمت شما بنده نمایندگی از هیچ کس. آقای ملکی اجازه بدید. آقای جواد احسان، من فقط یه خواهشی دارم. واقعا بعضی اوقات ما مصاحبهامون تبدیل میشه به اینکه طرفین گفتگو همدیگر رو متهم بکنن به اینکه یکی به نماینده ملت ایران هست یا نیست، یا به آمریکا وابسته است یا نیست. واقعا همه ایرانی هستن با دیدگاه های متفاوت. اینه که فقط لطفا راجع به دیدگاه ها صحبت بکنیم. آقای جواد احسان، خواهش میکنم بفرمایید. من به مخاطبینم احترام، ولی این نوع صحبت اگر آقای روحانی نمایندگی نداره، این آقا نمایندگی داره از ملت ایران. آقای چه حرف دادنی آخی؟ آقای جوادی حساب، فهم میکنید که آقای روحانی الان وقتش هست استعفا کنه؟ نه، آقای روحانی استعفا نباید بکنه. اتفاقا هم آقای روحانی هم همه اون کسانی که در داخل ایران در انتخابات گذشته رأی دادن و در انتخابات‌های قبل‌تر رأی دادن، انتقاد دارن به رفتارهای آقای روحانی. میگن آقای روحانی میتونه کارهای بهتری انجام بده. آقای روحانی میتونن از همین الگوی وزیر پریروزش که گفت آقا 10 تا شرکت رفتن پول گرفتن که با 4200 موبایل بیارن بفروشن نفروختن معرفی کرد، آقای روحانی میتواند همین گونه به طرفداران خودش، به ملت ایران توضیح بده، بگه آقا بنده در سیاست خارجی این برنامه رو متد رو دنبال میکنم، و یه عده‌ای تحت عنوان هر مانیفستی خلاف این رو در سیاست خارجی دارن اعمال میکنن و نمیذارن دولت ایران برنامه خودش رو پیش ببره. اینا رو به مردم بگن، فکر نکنن مردم اگه اینا رو فهمیدن میریزن هم دیگر رو میکشن. نه، ملت ایران خیلی فهمیده تر از این حرفا، ولی دائم به مردم بلش اشتباه نشون ندن، آدرس اشتباه ندن. ما گیرمون در داخل کشور به رغم فرمایشات این آقای محترم، اتفاقا یکی از دعواهای اصلی ما دعوای جناحی قدرت داخل کشور و اون کسانی که در بیرون کشور همصدا با فشارهای بین‌المللی میخوان روی کشور ایران فشار بیارن، به نظر من دارن راه اشتباه میرن. ما نباید تسلیم فشار بین‌المللی و فشار داخلی بشیم، نباید هم تمامیت خواهی بکنیم، نباید هم آتش افروزی بکنیم. ما نگفتم ما که نگفتیم بریم آتش افروزی بکنیم، ولی دفاع به آتش افروزی نیست،
عربستان سعودی رو مگه ما تحریک میکنیم؟ سوریه رو مگه ما بهش گفتیم آقا القاعده رو راه بندازیم بیاین تا مرزهای عراق و ایران رو تهدید کنیم؟ اینا چیزایی است که داستان مار و مار دیگه. ما که نباید همدیگر رو فریب بدیم. ایران در ماجرای سوریه به دعوت دولت سوریه همونطور که روسیه اونجا بوده ایران هم اونجا بوده. بله خب دیگه حالا دیگه نباید بدید بحثو آقای جواد حساب چون فرصت نداریم. متشکرم، نکتتون رو شما به خوبی رسوندید. متشکرم از هر دوی شما، آقای محمد صادق جوادی حسار در مشهد، عمار ملکی در لاهه هلند. ممنون از هر دوی شما. در واکنش به اعتراضات اخیر به وضعیت اقتصادی در بازارهای چند شهر ایران، فرمانده پلیس تهران گفته پلیس در بازار حضوری مقتدرانه دارد و تا هر وقت که لازم باشد آنجا خواهد ماند. حضوری که با انتقادهای زیادی همراه شده، نه فقط به دلیل برخورد شدید با معترضان، بلکه به دلیل عملکرد بعضی ماموران که بر اساس آنچه که در فیلم‌ها دیده می‌شود اموال عمومی و خصوصی را تخریب می‌کنند. مریم افشان گزارش می‌دهد. ناآرامی در بازارهای ایران ادامه دارد. برخلاف اعتراضات سراسری دیماه که موافق و مخالف می گفتند مردم حق اعتراض دارند، این بار کسی از حق اعتراض نمی گوید و حکومت خواهان سختگیری و حتی اعدام کسانی است که آنها را مختل کننده شرایط اقتصادی می داند. این تصاویر آشناست. همه موتورا رو دارن می زنن. تخریب وسایل عمومی و شخصی شهروندان به دست نیروهای امنیتی. بلا بزن شیشه مردم اینجا رو. داریم بزن تو شیشه. شیشه بالا رو شیکون. قانون میگوید وظیفه نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت و حفظ جان و مال مردم است. مردم هم از پلیس و نیروهای امنیتی میخواهند که امنیت را در جامعه برقرار کنند. اما برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی در اکثر تجمعات اعتراضی در سالهای گذشته نه تنها با معترضان که با اموال شهروندان عادی مدام تکرار می‌شود. اینها تصاویری است از روزهای پرالتهاب پس از انتخابات جنجالی ایران در سال 88. کوچه خلوت در تهران. در اکثر موارد هم دوربین در حال ثبت آن طرف داستان است. منتقدان میگویند این فیلم ها را بعدها علیه معترضان استفاده می کنند و میگویند عده‌ای به گفته آنها اراذل اوباش در حال تخریب اموال عمومی بودند. ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد. این روزها به نظر می رسد نه تنها پلیس و نیروهای امنیتی نگران اموال عمومی و خصوصی مردم و معترضان نیستند، که حتی افرادی با کت و شلوار با معترضان چنین می کنند. حالا هم فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته حضور قدرتمندانه ماموران پلیس در جای جای بازار وجود دارد و تا هر زمان که لازم باشد به حضورمان ادامه خواهیم داد. منتقدان میگویند حضور قدرتمندانه به این شکل تولید رعب و وحشت میکند و امنیت و آرامش شهروندان را برهم میزند. میگویند بارها و بارها نسبت به این برخوردها هشدار دادند و به تجربه دیدند که نظارتی جدی بر نیروهای انتظامی و امنیتی وجود ندارد. میگویند بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. منتقدان با استناد به این اصل قانون اساسی میگویند رفتارهای سالهای اخیر نیروی انتظامی و امنیتی نشان داده که این نیروها عملا خود را ملزم به رعایت قانون نمیدانند. مریم افشنگ، بی بی سی. شستقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. رهبر ایران از اعدام درویش گنابادی محمد سلاس دفاع کرده. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با مقام های قوه قضاییه گفت تبلیغات علیه این نهاد به گونه ای است که به گفته او یک قاتل بیرحم که در یک فرایند قانونی و منصفانه به جرمش رسیدگی شده مظلوم جلوه داده می شود. محمد سلاس به اتهام زیر گرفتن 3 مامور پلیس با یک اتوبوس محاکمه و به اعدام محکوم شد. وکیل و خانواده اش گفتند که او راننده آن اتوبوس نبود و چند ساعت پیش از آن بازداشت شده بود.
در جنوب ایران کم آبی داده یکی از نمایندگان مجلس را درآورده. نماینده بوشهر گفته ایران کم و بیش وارد جنگ آب شده. عبدالحمید خدری گفته استان بوشهر وارد ماه‌های کم آبی شده و وضع در روستاهای جنوب استان به مراتب بدتر است. از جمله در دشتستان که به معنای واقعی کلمه آب ندارد. رئیس سازمان بازرسی ایران گفته در طرح پیش فروش سکه طلا یک شهروند 31 ساله بیش از 38 هزار سکه به ارزش 53 میلیارد تومان خریده. بانک مرکزی در مقاطع مختلف برای کنترل بازار ارز سکه پیش فروش کرده ولی محدودیتی برای سقف خرید نداشته. رئیس سازمان بازرسی حالا گفته باید کاری کنیم که افراد صرفاً به خاطر ثروتمند بودن نتوانند معاملات با معاملات سنگین بازار را برهم بزنند. در سفر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ به مسکو مشخص شد که به زودی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ملاقات خواهند کرد. جان بولتون پس از دیدارش با ولادیمیر پوتین گفت به رغم انتقادها از نرمش کاخ سفید در قبال روسیه، آقای ترامپ معتقد است که این ملاقات برای روابط دو کشور حیاتی است. در این حال آقای بولتون گفت تحریم‌ها علیه روسیه لغو نمی‌شوند. یک مقام وزارت نفت ایران گفته آمریکا نمیتواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند. واکنشی به صحبت‌های یک مقام آمریکایی که گفته واشنگتن از خریداران نفت ایران خواسته تا 4 ماه دیگر که تحریم‌ها برگردانده می‌شود همه واردات را متوقف کنند. در همین حال گفته شده ژاپن و کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکا هستند تا بتوانند در خصوص خرید نفت از ایران معافیت بگیرند. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. وزارت نفت ایران میگوید متوقف کردن صادرات نفت ایران به این سادگی ها هم نیست. دیروز یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش از خریداران نفت ایران خواسته تا 4 نوامبر 13 آبان واردات خود را متوقف و آن را به صفر برسانند. این در حالی است که در دوران تحریم های گذشته این رقم هرگز به صفر نرسیده بود و بعضی کشورها هنوز می توانستند از ایران محصولات نفتی خریداری کنند. وزارت نفت ایران اما میگوید این خواسته ای آمریکا عملی نیست. ایران روزی 2,500,000 بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر میکند که به گفته این وزارتخانه حذف این میزان از بازار جهانی در ظرف مدت کوتاه چند ماه امکان پذیر نخواهد بود. 1/3 خریداران این محصولات کشورهای اروپایی و بقیه در آسیا هستند. هند، چین و ژاپن از بزرگترین خریداران آسیایی نفت خام ایران هستند. امروز کره جنوبی و ژاپن در واکنش به صحبت‌های دیروز مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند در حال چانه‌زنی به آمریکا برای گرفتن معافیت هستند. سخنگوی دولت ژاپن یوشیهیده سوگا امروز در نشستی خبری گفت دولتش در حال بررسی تأثیر تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ژاپن است و در عین حال به دنبال راه حلی برای جلوگیری از تنبیه‌های آمریکا برای معامله با ایران. صادرات ایران به ژاپن و کره جنوبی بعد از برداشته شدن تحریم ها در سال 2016 حدود 700,000 بشکه نفت در روز بود. ژاپن در سال گذشته روزانه 172,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده است. گفتگوهای بین ژاپن، کره جنوبی و آمریکا برای گرفتن معافیت تجارت با ایران در حالی است که دیروز مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با رسانه ها صحبت کرد گفت خریداران نفت ایران از تحریم‌های احتمالی واشنگتن معاف نخواهند شد و تشدید تحریم‌ها یکی از اولویت‌های مهم امنیت ملی ماست. اما در عین حال گفت که نمی‌تواند به طور قطع بگوید استثنایی وجود ندارد. همزمان وزارت نفت ایران گفته برای بدترین سناریوها هم آمادگی دارد و دولت برای فروش نفت در حالات و شرایط مختلف برنامه‌ریزی کرده است. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران هم در واکنش به اظهارات وزارت خارجه آمریکا گفت شرکت‌های اروپایی خواهان همکاری با ایران هستند ولی زورشان به خزانه داری آمریکا نمی‌رسد. او خزانه داری آمریکا را نهادی خطاب کرد که جای دادگاه لاهه را گرفته و حکم صادر و شرکت‌ها را جریمه می‌کند. حالا باید دید آیا کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن که در دوران تحریم‌های گذشته مشمول معافیت‌هایی بودند می‌توانند اعمال نظر کنند و به معامله با ایران ادامه دهند یا خیر. آناهیتا شمس، بی بی سی.
مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت و انرژی در لندن با ما هستند. آقای ورزی، آیا وضعیت بازار نفت هم از لحاظ عرضه و تقاضا هم از لحاظ قیمت آیا به شکلی هست که آقای ترامپ بتونه مصر باشه و فشار بیاره در اینکه باید همه صادرات ایران در واقع عملا به صفر بشه؟ والا من نمیدونم اصلا هدف آقای ترامپ چیه. از یه طرف رو سعودی ها فشار آورد که تولید رو ببره بالا که جلوی افزایش نفت قیمت نفت بگیره، از یه طرف دیگه رو ایران داره فشار میره که اونم خودش باعث افزایش قیمت نفت میشه. من نمیدونم هدفش چیه در واقع. خب آقای ترامپ در واقع میگه که دیگران نفت رو، تولید نفت رو افزایش بدند، مثل عربستان، مثل روسیه، تا جبران بشه کاهش نفت ایران. والا ببینید، عربستان ماه پیش 10,800,000 بشکه تولید کرد. یعنی یکی از بالاترین رقمهاییست که در عرض این 10 سال اصلا دیده شده. حالا میگه میخوام باز اضافه کنم. به کجا میخواد اضافه کنه؟ عربستان سعودی ادعا داره که تا 12,000,000 بشکه میتونه تولید کنه، ولی بنده شک دارم، چون حتی وقتی که قیمت نفت به $120 رسیده بود عربستان همچی تولید نداشت. خلاصه من نمیدونم این اضافه تولید از کجا میخواد بیاد. با توجه به اینی که فشار رو ایران هست، ونزوئلا 500,000 بشکه در روز تولیدش کم کرده یا کم شده، چون مملکت عملا ورشکسته، لیبی عملا به دو کشور تقسیم شده، یعنی شرق لیبی به گوش به اصطلاح مرکز در ترابلوس گوش نمیده. من نمیدونم این افزایش تولید که همه صحبت میکنن از کجا خواهد آمد. الان امروز قیمت برنت به $78 بشکه رسید. فکر میکنید که، و آقای ترامپ در واقع بر اساس قانون باید به کنگره آمریکا اطلاع بده، اطلاع رسانی کنه که آیا در بازار بین‌المللی نفت وضعیت طوری هست که بتونن تحریم ها ایران رو اعمال بکنند یا نه. اگر قیمت همینطوری بالا بره ممکنه دست او بسته بشه در مقابل کنگره. آیا فکر میکنید که قیمت بالا خواهد رفت؟ والا هر چی بیشتر رو ایران فشار بیارند، چون ایران بالاخره در رده سوم از لحاظ تولید کننده اوپک، هر چی بیشتر فشار بیاره قیمت بالاتر خواهد رفت. ببینید، فشار رو ایران به اصطلاح یه نوع به اصطلاح پیغام دیگه میرسونه که میخوان انقدر فشار بیارند که مملکت دچار هرج و مرج بشه، و هر چی این فشار بیشتر بشه روی به اصطلاح قیمت نفت به هر حال اثر خواهد گذاشت. ایران هم که نمیخواد زیر بار بره، و این یه کشمکش رو قیمت 100% اثر میذاره. مهدی ورزی، کارشناس نفت و انرژی، متشکرم از صحبت با ما. بعد از اعتراض‌های خیابانی موبایل فروشان تهران به گرانی، وزیر ارتباطات فهرستی از شرکت‌های واردکننده موبایل منتشر کرد که نشان می‌دهد آنها ارز 4200 تومانی از دولت گرفتند، ولی موبایل‌ها را به قیمت ارز آزاد به مردم فروختند. موبایل فروشان می‌گویند مشکل از سیاست‌های مدیریت ارز در دولت است. آیا آنچه به نظر می‌رسد اراده تازه دولت برای شفاف‌سازی اقتصادی باشد کافی است؟ سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اولین واکنش به جهش دوباره قیمت ارز. دلار 10 تومانی نمیخوایم. این شعار مغازه‌داران موبایل فروش در پاساژ علایالدین بود 4 روز پیش. دلار 10 تومانی. اما آیا این شعار واردکنندگان عمده موبایل هم بود؟ شرکت‌هایی که با دلار 4200 تومانی موبایل وارد کردند ولی با دلار 8900 تومانی فروختند. این لیست افشاگرانه است که محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات دولت، منتشر کرده. شرکت‌های واردکننده موبایل در 3 ماه گذشته. دولت می‌خواهد بگوید مشکل از سودجویی این شرکت‌هاست، نه بالا رفتن نرخ ارز. واردکنندگان موبایل سودهای کلان می‌برند. ولی این مغازه‌داران موبایل فروش معترض می‌گویند نگران اینند که کسی دیگر موبایل‌های آنها را نخرد. پس علیه دولت و حکومت شعار سیاسی می‌دهند. سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن. اما اگر اعتراض این مغازه‌داران بجاست که به خاطر گرانی کسی موبایل نمی‌خرد، پس چرا اینقدر قیمت موبایل بالاست؟ رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تقصیر را به گردن همین مغازه‌دارهای معترض انداخته.
و میگوید ما به اندازه نصف نیاز کشور موبایل وارد کردیم و این کمبود موبایل است که قیمت‌ها را بالا برده. میزان ارز تخصیص یافته دولتی به شرکت‌ها کمتر از نیاز بازار بوده. شرکت‌ها هم کالای خود را با همان قیمتی که ارز گرفته بودند عرضه کردند، اما دیگر نمی‌توانند تا مرحله فروش به کاربر نهایی نظارت داشته باشند. به این ترتیب وارد کننده موبایل میگوید تقسیم با فروشنده جز است، فروشنده جز و حالا معترض میگوید تقصیر با دولت است و دولت میگوید فروشنده جزی در کار نیست. آنها همان وارد کننده های سودجویی هستند که حالا دستشان رو شده و میخواهند گرد و خاک بپا کنند. همه میدانند در شرایط فشار و تحریم خیلی ها پولدار میشوند، مثل بابک زنجانی. اما همه این را هم میدانند که وظیفه دولت شفاف کردن اقتصاد است. نمیتوان بدون شفافیت اقتصادی انتظار داشت کسی به سمت سودجویی نرود. من متکی به 81 میلیون رأیم. حالا دولت برای اولین بار در یادها کوشیده به قصد افشاگری، شفاف سازی و مقابله کند. ما تامین اگر نیاز به ارز داره، ما ارزش رو تامین میکنیم. در هر شرایطی ما ارزش رو تامین میکنیم. باید در سایت ها به مردم بگید برای چی چقدر پول 4200 تومانی دادیم، به چه کسی ارز دادیم، به چه قیمتی دادیم، برای چه جنسی، او چقدر جنس وارد میکنه. معنی این حرف ها در رابطه با موبایل این است که هر کسی موبایل خریده با این لیست تطبیق دهد و اگر دید گران خریده به تعذیرات شکایت کند. اما همین حرکت دولت با این انتقاد روبروست. شما میگویید به شرکت های وارد کننده موبایل ارز 4200 تومانی فروخته اید و آنها گران فروشی کردند، ولی نگفته اید بر چه اساسی به این و آن ارز دولتی تخصیص داده اید. آن هم برای مثلا شرکت وارد کننده مثل شرکت نودیس پرداز که تنها 26 روز از ثبت شده. تازه موبایل یک قلم کالای نه چندان اساسی است که در بحران ارز و گرانی چنین دردسرساز شده. پس دردسرهای بیشتری در پیش است. اگر تحریم گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد، راندخاری مثل سم رمق اقتصاد را می‌گیرد. در مورد تحریم شاید کار خاصی از دست دولت بر نیاید، اما در مورد راندخاری شاید حرکت این وزیر جوان پادزهر باشد، به شرط آنکه به موقع و کامل به کار گرفته شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. امروز سالگرد انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی است. انفجاری که هفتم تیر ماه سال 60، 37 سال پیش جان ده ها مقام جمهوری اسلامی را گرفت. حدود 3 سال پیش یک ایرانی در هلند کشته شد. مدت ها احتمال داده می شد که مقتول محمد رضا کلاهی صمدی باشد، فردی که گمان می رفت بمبگذار حادثه هفته تیر بوده. پس از مدت ها تحقیق، بی بی سی توانسته بخشی از پرونده پلیس و پاسخ به بعضی سوالات مهم درباره این فرد را به دست آورد. آیا او عامل بمبگذاری هفته تیر بوده یا نه؟ و اگر بوده، چرا دولت هلند در این مورد سکوت کرده؟ و نهایتاً چه کسی او را کشته؟ ژیار گل گزارش می‌دهد. شهر آلمیره، شهری کوچک در 40 کیلومتری آمستردام. مکانی مناسب برای خانواده. مرد ایرانی هلندی مثل هر روز کاری صبح زود از خانه خارج می شود، اما غافل از اینکه قاتلان حرفه‌ای منتظرشان. این تصاویر بازسازی شده ی پلیس هلند کشته شدن او را نشان می دهد. مقتول برای خانواده‌اش پدری مهربان بود و برای همکارانش تکنسینی وقت شناس و برای پلیس هلند فردی بدون سابقه خلاف. داستان‌های زیادی درباره او شنیده شده. بعضی می‌گویند او ممکنه در کار خلاف بوده باشد و ازش انتقام گرفتند. بعضی دیگر هم می‌گویند او احتمالاً اشتباهی کشته شده. اما آنچه پلیس هلند و خانواده‌اش هم از آن آگاه بودند و دیگران نمی‌دانستند، گذشته او در ایران بود. برای تحقیق درباره هویت این ایرانی به هلند می‌روم. می‌خوام بدانم او کیست؟ و چرا قاتلان حرفه‌ای او را کشتند؟ مرتضی صادقی از فعالان سیاسی ایرانی در هلند است. او از همان روزهای اول داستان قتل این ایرانی را دنبال می‌کرد. الان اگر می‌اومد می‌گوید پلیس هلند ابتدا حتی حاضر نبود
نام مقتول را فاش کنند. شخص کیه؟ چرا ترور شده؟ وقتی وارد میشه میبینه درها بسته است. میبینه اسم مقتول مشخص نیست. خانواده مقتول با کسی صحبت نمی کنن. میان جلو میبینه پلیس هم نسبت به قضیه حساسیت داره. میان جلو میبینه سازمان امنیت هم وارد میشه. پس از چند ماه پلیس نام مقتول را اعلام میکنه. علی معتمد. علی معتمد 56 ساله، تکنسین برق که از اوایل دهه 90 میلادی به هلند پناهنده شد. با یک زن افغان ازدواج کرده و پسری جوان دارد. وقتی که علی فهمیدم که علی معتمد هست، با کنترل کردن و جستجو کردن علی معتمد من متوجه شدم که این نزدیکی‌های خیلی تنگاتنگی با خانواده کلاهی و خانواده صمدی داشت. اما علی معتمد چه رابطه‌ای با خانواده کلاهی صمدی می‌تواند داشته باشد؟ محمد رضا کلاهی صمدی دانشجوی رشته برق و تکنسین صدا در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود. حکومت ایران او را عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر 1360 می‌داند. در این انفجار آیت الله محمد بهشتی، 4 وزیر و 27 نماینده مجلس و 10 مقام دیگر حکومت ایران کشته شدند. محمد رضا کلاهی صمدی به عراق گریخت و سالها با نام مستعار کریم در کمپ اشرف برای سازمان مجاهدین خلق در عراق فعالیت کرد. دادگاه انقلاب اسلامی ایران محمد رضا کلاهی صمدی را غیاباً به اتهام بمبگذاری به اعدام محکوم کرد. اما آیا مدرکی وجود دارد که علی معتمد همان محمد رضا کلاهی صمدی است؟ در چند روز گذشته تلاش ما برای صحبت با مقامات هلند به جایی نرسیده. به وزارت کشور رفتم، با دفتر دادستانی صحبت کردم و امروز هم به اینجا به وزارت دادگستری و امنیت کشور اومدم. ما یک سوال از اونا داشتیم: آیا شما میتونید هویت مقتول رو تایید کنید؟ آیا شما میتونید با قاطعیت بگید که مقتول علی معتمد یا محمد رضا کلاهی صمدی؟ اما تقریبا همه این وزارتخانه ها و دستگاه های قضایی یک جواب داشتن، اونم این بود که ما نمیتونیم درباره پرونده ای که در دادگاه در جریان هست هیچ نظری بدیم. اما تلاش های ما از کانال های غیر رسمی بالاخره به بار نشست. توانستیم بخشی از پرونده تحقیقات پلیس درباره قتل علی معتمد را به دست آوریم. این مدارک نشان می‌دهند از همان ساعات اولیه تحقیقات همسر و پسر مقتول به پلیس می‌گویند نام حقیقی مقتول محمد رضا کلاهی صمدی است و او در الان در خونه یکی از دوستای مقتول بودم. ایشون حدود 3 ساعت باهاش صحبت کردم که متقاعدش کنم جلوی دوربین بیاد داستان ایشونو برامون بگه، اما خب خیلی نگران بودن. برای اونا هم کاملا 100% مطمئن بودن اونا که ایشون محمد رضا کلاهی صمدیه و میدونستن در ایران کاری کرده و دولت ایران دنبالش بوده. علی معتمد از مدیرکر فن حدود 4 ماه پیش پلیس هلند و نهادهای امنیتی این کشور توانستند 2 نفر را به اتهام قتل علی معتمد دستگیر کنند. تحلیل امواج تلفن‌های همراه متهمان پلیس را به محل زندگی خلافکاران در جنوب شرق آمستردام کشاند. آنان عضو گروه‌های تبهکار آمستردام بودند و برای قتل محمد رضا کلاهی صمدی استخدام شده بودند. به دیدار یکی از روزنامه‌نگاران هلندی می‌روم. شهرت او در پوشش قتل‌های گروه‌های تبهکار آمستردام است. معمولاً در ترورا خلافکارا همدیگر رو میکشن. این بار قربانی یه برقکار بود. از همین جهت من پرسیدم چرا باید یه برقکار کشته بشه؟ چرا؟ اما حالا میدونم داستانی پشت این قتله. راستشو بگم راضی نیستم. کسی دهن باز نمیکنه. الیس الیان این پرونده رو از نزدیک دنبال میکنن. و سکوت مقامات امنیتی درباره این قتل خوشنود نیست. سوال اینه: ایران چه نقشی در قتل شهر ما داشته؟ کی می‌خواسته مقتول کشته بشه؟ چیزی که از تحقیقات پلیس می‌دونم اینه که هیچ مدرکی نیست نشان بده مقتول رو با کارهای غیرقانونی، پولشویی یا مواد مخدر وصل کنه. هیچی.
حدود 2 سال پس از کشته شدن محمد رضا کلاهی صمدی، یکی دیگر از مخالفان حکومت ایران این بار در لاهه هلند کشته شد. احمد مولا نیسی، رهبر عرب‌های اهواز، در جلوی خانه‌اش با ضرب گلوله مهاجمان کشته شد. چندین بار پدرمو تهدید کردند. به پلیس گزارش دادیم. متاسفانه پلیس هلند کاری نکرد. نمیدونیم کی پدرم رو تهدید میکرد. اما میدونیم به عنوان رهبری کاریزماتیک که گروه های مختلف اهواز رو متحد میکرد، او دشمنان زیادی در داخل و خارج ایران داشت. یکی از مأموران سابق ضد اطلاعات هلند میگوید آمران این قتل ها نمیتواند کار تبهکاران باشد. There are many clear examples of assassination, political assassinations. In the 80s, we had former Shah. نمونه‌های زیادی از ترورهای سیاسی در اروپا داریم. در دهه 80 کارمندان شاه در وین و پاریس ترور شدند و ترور مشهور مکونوس در برلین را در اوایل دهه 90 داریم. اگر به ترور مکونوس که رهبران کرد را کشتن نگاه کنیم، می‌بینیم شباهت‌های زیادی با 2 ترور اخیر در هلند دارند. هر 3 ترور از شیوه تبهکاران استفاده شد. ترورها نیابتی بودند. تروریست‌ها استخدام شده بودند و خیلی حرفه‌ای بودند. سلاح‌های خودکار داشتند. در نمونه هلند از BMW استفاده کردند. در روز روشن ترور کردند. هیچ اثری هم از جرم به جان نگذاشتند. شباهت‌های زیادی بین مکونوس و ترورهای هلند هست. در چند سال گذشته خبرهای زد و نقیزی درباره عاملان بمبگذاری 7 تیر به 8 شهریور سال 1360 در مطبوعات ایران گزارش شده. جواد هاشمی نژاد که خود از خانواده کشته شدگان 7 تیر است، شهریور سال گذشته گفت اطلاعات او حاکی از کشته شدن کلاهی و مسعود کشمیری عامل بمبگذاری 8 شهریور دارد. او گفته به احتمال قوی توسط عناصر سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. این آرامگاه محمد رضا کلاهی صمدی است، مردی که حدود 3 دهه پیش از سازمان مجاهدین خلق جدا شد، گذشتش رو کنار گذاشت و حتی حاضر شد که هویتش رو تغییر بده و اسم علی معتمد رو برانگیخت. سوال اینجاست، مردی که عضو سازمان مجاهدین خلق بود برای سالها، عامل بزرگترین بمبگذاری ایران بود به خاطر این سازمان، اما 3 سال از کشته شدن او میگذره، اما ما هیچ گونه اظهار نظری از سازمان مجاهدین خلق درباره محمد رضا کلاهی صمدی نشنیده ایم. چرا؟ به دنبال جوابی برای این سوال به پاریس می روم، برای دیدار با شخصی که سالها عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. اگر که مجاهدین در رابطه با این موضوع بخوان موضع‌گیری کنن، چون کشتن محمد رضا کلاهی دقیقاً وصل به انفجار حزب جمهوری اسلامی، در واقع باید در رابطه با آن انفجار هم پاسخگو باشن و در مورد اون هم توضیح بدن. در همین رابطه نمیتونن در کشورهای اروپایی که مستقر هستن به این سوال پاسخ بدن، به خاطر اینکه محمد رضا کلاهی اگر که چنین عملی را انجام داده باشه، از نظر سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی، از نظر قوانین اروپایی، یک تروریست محسوب میشه. عاطفه اقبال در عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین شرکت داشت و سالها در کمپ اشرف بود. او میگوید هر گونه اظهار نظری درباره این قتل به ضرر سازمان مجاهدین است. به نظر من اساساً این کار نمیتونه کار مجاهدین باشه، به این دلیل که اگر مجاهدین میخواستن چنین اکتی رو انجام بدن، خیلی راحت‌تر میتونستن زمانی که محمد رضا کلاهی در کمپ اشرف بود این کار رو انجام بدن. این دلیلی نداشت که بگذارن این عضو که به نظر اونها بسیار هم مهم بوده جدا بشه از اینها و بعد در اروپا وقتی مستقر شده و زندگی شخصی داره، هیچ کاری هم به مجاهدین نداره، در اونجا برن با قبول مسائل بسیار زیاد و اینکه امکان داره که این ترور به گردن خودشون بیفته، این کار رو انجام بدن. در دیدارهایی که با کارشناسان و روزنامه‌نگاران هلندی داشتم، آنان می گفتند
دولت هلند علاقه‌ای به آشکار کردن هویت واقعی مقتول و عامران این قتل‌ها را ندارد. فشار زیادی روی پرونده هست. خیلی نگرانن که این به جنگ دیپلماتیک منجر بشه. دولت ما میخواد پرونده کوچیک باشه و تنها درباره قتل. دو متهم هستن، دادگاهی شوند و بعد پرونده زود بسته بشه. داستان محمد رضا کلاهی صمدی و انفجار 7 تیر سال 1360 بخشی از تاریخ معاصر ایران است. حال او کشته شده، اما پرونده عامران این قتل همچنان باز است. ژیار گل همکارم که این تحقیقات رو انجام داده در استودیو به ما پیوسته. ژیار، آیا با سازمان مجاهدین تماس گرفتی؟ اونها توضیحی داشتن درباره این پرونده؟ ما از چندین کانال با اونها تماس گرفتیم، تلفن کردیم، جواب ندادن. حتی با برخی از اعضای سازمان مجاهدین که در مقابل پارلمان هلند اونجا بودن باهاشون صحبت کردم، شماره تلفن رو دادن و حتی از اعضام پرسیدم شما فکر نمی‌کنید هیچ اظهار نظری نشده براتون عجیبه؟ گفتن شماره تو بده باهاتون تماس می‌گیریم، ولی متاسفانه حاضر نشدن هیچ صحبتی رو بکنن. همزمان هم اونجا ما با سفارت ایران هم تماس گرفتیم، اونا هم گفتن اونا حاضر نیستن برای هیچ موضوعی اظهار نظر کنن، این اجازه رو ندارن که اظهار نظر کنن. مدارکی که درش به دست آوردی، آیا چیز جدیدی بیشتر از اون که در گزارشت مطرح کردی هم بود؟ اگه شما به گزارش نگاه کنید، اشاره به مسعود کشمیری عامل انفجار بسا 8 تیر که رئیس جمهور و نخست وزیر وقت ایران در سال 1360 کشته شد، ما تونستیم بخشی از این پرونده پلیس رو به نحوی بکشیم بیرون. دولت خیلی تلاش میکنه که هیچ حتی درباره هویت مقتول در هلند صحبت نکنه، اما اینو ترجمه کردیم به زبان هلندی بود. در حقیقت میشه گفت بازجویی هایی است که از افراد خانواده محمد رضا کلاهی صمدی در همون ساعات اولیه و روزها بعد از قتل ایشون در سال 2015 بوده. اونا گفتن هنگامی که در روزنامه های ایران گفته بودن که محمد رضا کلاهی صمدی دیده شده در هامبورگ آلمان، در حقیقت آقای صمدی خیلی نگران بوده، چرا که فردی که با گزارش شده بود با ایشون دیده شده در آلمان، اون فرد کشته میشه. یعنی اگه شهادت این چندین فردی که باهاشون بازجویی شدن و شهادت دادن، اگه حرف اونها که از زبان خود محمد رضا کلاهی صمدی بوده درست باشه، نشون میده که احتمالاً مسعود کشمیری پیش از محمد رضا کلاهی صمدی کشته شده در آلمان. میگن بعد از این خبر ایشون خیلی مضطرب بوده، کلن خودشو منزوی کرده، با افرادی که در ارتباط بوده در گذشته ارتباطاشو قطع کرده، حتی به بچه‌هاش گفته جلوی در خونه سیگار نکشید، بری پشت خونه، در هیچ مراسمی شرکت نمی‌کرده و بسیار نگران بوده. به همین جهت تحقیقات ما ادامه داره و ما تلاش میکنیم ببینیم واقعا چه سرنوشتی بوده، آیا این فردی که اونا بهش اشاره کردن همان مسعود کشمیری یا کسی دیگه بوده در آلمان احتمالا کشته شده باشه. متشکرم ژیار گل همکارم در استودیو با ما. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. من از شما خدافظی میکنم. متشکرم که این یک ساعت با من رعنا بودید.